بیت دو رو بگم. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ جانی که بر لب میاد و براید، برآمدن، جان بر لب میاد، براید یا بازگردد، یا بازگردد. حالا عزم به معنی اراده و قصد، دو ثبات و پایداری در کاری که اراده شده است. عمید، هر دو رو میده، یعنی هم اون عزم هم اون اراده است و هم اون استمرار بر اون اراده است که شما پایدار بشی بر اون اراده. دیدار، یک، رؤیت و دیدن، دو، ملاقات، سه، روی و رخسار. خود روی رو دیدار می باشد که باز بینم دیدار آشنا را. به معنی چشم و قوه بینایی هم آمده دیدار. دیدار دیگه آن چیزی که می بینند، دیده می شود. از عمید گفتم هر چهار تا معنا رو. برآمدن، یکی به معنی بالا آمدنه از عمید، دو، باز آمدن از تاج المصادر، سه، تحقق آرزو و برآورده شدن حاجت هم هست. برآمد، حاجت روا شد ببارد. جان برآمدن، جان بیرون رفتن است. عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده. جان بیرون رفتن یعنی جان اینجا بر لب آمده، بازگردد یا براید. یعنی اینجا جان برآمدن میگه جان بازگردد یا جان به بدن بازگردد یا جان براید، یعنی بیاد بیرون بمیره. میگه این جان بر لب آمده، این جان بر لب آمده در روب موت، در حال احتضاره، دلش میخواد تو رو ببینه، اصلا اومده بود که تو رو ببینه. حالا که داره میمیره، این جانی که بر لب من آمده بازگردد یا به تن من برگرده یا بیاد بیرون، فرمان شما چیه، چیکار کنه، ببینیمت نبینیمت. حالا جان برآمدن پس شد جان بیرون رفتن و مردن از ده خدا. جان به لب رسیدن، یعنی اینجا جان براید بازگردد، یکم از جان اصلا صفتی که بهش داده جان بر لب آمده است. کنایه از مشرف بر مرگ بودن اومده تو ده خدا. جانی که بر لب، جان بر لب است و حسرت در دل، که از لبانش نگرفته هیچ کامی، جان از بدن براید. خیلی مشخص توی این غزل 233 میگه جان بر لب است و حسرت در دل، که از لب اون حسرت چیه؟ دارم میمیرم، ولی حسرتی که تو دلم مونده اینه که از لبانش نگرفته هیچ کامی، یعنی از لبانش کامی نگرفتم، جان از بدن من براید. یعنی جان اومده تا اینجا، انگار جون بدن، تصور بکنیم انگار جان یا روح یا حالا هر چیزی که باشه اومده بالا 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 تا اینجا رسیده، منتظر یه بوسه ای از لب تو بکنه، از لبت کامی بگیرد که خوب بشه دیگه برگرده جان، یا اینکه نگرفته، کام نگرفته بیاد بره بیرون بره، یعنی من قبض روح بشم دیگه از دنیا برم. حالا جان برآمدن پس گفتم مردن، جان به لب رسیدن کنایه از مشرف بر مرگ بودن بود از خدا. فرمان، امر، دستور، حکم، حکمی که از جانب شخص بزرگ صادر شود، یعنی شما فرمان بدید مثل فرمانده بزرگتره، یعنی آدم بزرگی یا شاهیه یا بزرگیه، امیریه. معنای بیت: این جان من که بر لبم رسیده است قصد دارد که تو را ببیند، دستور شما چیست؟ دستور شما چیست؟ بازگردد یا براید؟ در نگاه اول به نظر من می آمد
که جان بر لب رسیدن و جان بر لب آمده کنایه از سختی و تحمل رنج بسیار و به ستوه آمدن و طاقت از دست دادن از بابت این تحمل سختی و رنج است. و تصویری که بود مشقت و سختی بسیار شاعر در راه، یعنی این بار مثلا سفر به سختی داره میاد، سختی بسیار شاعر در راه رسیدن به دیدار و وصال معشوق بود که در میانه راه از او کسب تکلیف میکند که چه کنم، من این همه سختی دارم میکشم دارم میام، من او حضور خواهی پذیرفت یا برگردم بی خود خودم علاف نکنم، یه همچین حسی داشتم، بازگردم یا به سوی تو بیایم، یعنی اگر بیایم من را خواهی پذیرفت یا بازگردم. میگم این حسیه که از این چینش کنار همه حروف یا کلمات دارم میبینم. و در این معنا پرسشی از خودم میکردم که چرا به جای برایت بیاید ننوشته، چنان که در نسخه هایی به جای برایت درایت هم ضبط شده. مفهوم دیگر این است که این جان است که عزم دیدار دارد نه خود شاعر، و این جان جانی است که بر لب آمده، یعنی جان در حال احتضار و مشرف بر مرگ است. در این تصویر بازگشتن جان به بدن زندگی و نجات از مرگ است و برآمدن جان مرگ و رفتن جان از بدن. یه بیتی از حافظ میگه: دست از طلب ندارم تا کام من برآید، یا تن رسد ببخشید یا تن رسد به جانان یا جان ز تن برآید. برآمدن جان 233. و این هر دو اتفاق بسته به دستور و فرمان معشوق است که اگر فرمان دهد که به دیدار یار نائل شود، جان بر لب آمده به بدن شاعر باز خواهد گشت، و اگر نه، جان بر لب آمده از بدن بیرون خواهد آمد. تصوری هم هست، جان میخواد دیدار رو ببینه دیگه، این جان برای اینکه ببینه، جان داخل بدن انگار چشم نداره نمیتونه ببینه، این اومده اینجا که این دهن شو میکنه، از لبش انگار جان چشم داره، از لای لب و دندان شاعر بتونه ببینه. یعنی این تصویر رو هم داشته باشید، عزم دیدارتو داره، جان از این پایین از داخل بدن اومده بالا که از دهن شاعر که بازه یار رو دید بزنه، دیدار کنه. حالا یه جا غزل 401 میگه: گر چو فرهادم به تلخی جان برآید باک نیست، بس حکایت های شیرین باز میماند ز من. غزل 401 حافظ بود. جای دیگه هم میگه: به لب رسید مرا جان و بر نیامد کام، به سر رسید امید و طلب به سر نرسید. اینجا برآمدن کام همین توی این غزل هم هست، به معنای برآورده شدن آرزو و خواسته هم معنی میده که کار بردم داشت دیگه تو شعر. در این مفهوم میتوان مصرع دوم را چنین تعبیر کرد که آیا جان بر لب آمده از عزم و قصد خود بازگردد یا کام او برآورده خواهد شد؟ چیست فرمان شما؟ و عرضم کردم میان دیدار به معنای چشم و جان و لب مراعات نظیر هست. یه پاورقی هم نوشتم، مراعات نظیر جان و دیدار به معنی چشم و لب عرض کردم، و اگر بر من خورده نگیرید، عزم با رزه دیگه، عزم دیدارتو دارد، عزم به معنای استخوان، یعنی با ت
تازا به معنای استخوان را در ذهن متبادر می کند و در این معنا با چشم و جان و لب تناسب دارد. و اگر با چوب دنبالم نکنید، عرض کنم که در لغتنامه اسم به معنای است و کون است، ناظم الاطباء، که باز یکی از اعضای بدن است و تناسبی با چشم و جان و لب دارد. و نکته جالب این که در فارسی است هم به معنای استخوان، هم به معنای سرین و کفل، که اون اسم بی‌ادبیش هم عرض کردم از متن داشتم بخونم، و هم به معنای مخفف استر است. است پس هم به معنی استخوانه که عظم باشه، هم است به معنی اس انگلیسی که میگن به معنی کفل و سرین و همون که عرض کردم دیگه تکرار نکنم، و هم به معنی استر است، فرنگرام رشیدی. و در انگلیسی نیز اس هم به معنای کون و هم به معنای خر به کار می رود. خیلی عجیب بود این، فقط گفتم یه چیزیه که شباهتی بود بگم. اگر کلمه خیلی مناسبی به کار نبردم عذرخواهی میکنم، ولی به هر حال دایره واژگان زبان فارسیه. من قبل از اینکه وارد بیت پنجم بشم، توی بیت دوم عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، بازگردد یا براید چیست فرمان شما؟ توی گفته هم گفته بودم که تردید ندارم که موقع گفتنم یه چیزی به ذهن آدم میاد، و تجربه خودم رو گفته بودم که همیشه یا بیشتر موقع ها همون لحظه که دارم صحبت میکنم چیزی به ذهن من خطور میکنه. اون عبارتی که گفتم این جانیه که گفتم جان بر لب میاد و انگار که جان اومده بالا و از لب میخواد ببینه، یعنی عزم دیدار بوده، جان از بدن اومده تا به لب رسیده و میخواد ببینه، دیدار تو رو میخواست، به خاطر این اومده بیرون. یعنی انگار که جان رو یه شخصی تصور کن گردنش رو دراز کرده، از توی حلقه، از توی دهن آدم میخواد از لب یار رو ببینه. همون لحظه این به ذهنم رسید و همون لحظه ذهنم رو قلقلک داد که من این حالت رو جایی در غزلی از حافظ یا سعدی یا جایی دیدم. من این غزل رو تو دو روز ضبط کردم، یعنی تا بیت قبلی، تا بیت چهار دیروز ضبط کردم، الان بقیهش رو دارم میام، بیت پنجم رو تو یه روز دیگه ای دارم ضبط میکنم، ولی خب این یه فایل خواهد شد دیگه، یک ویدیو خواهد شد. بعد اینکه من ضبط رو قطع کردم، این افتاد به جونم، یعنی هی فکر کردم خدای من اینو کجا دیدم. یادم نبود از حافظه، فکر میکردم از شاعر دیگری تو ذهنم هست، تا اینکه یهو به ذهنم افتاد غزل 339 حافظ. میگه خیال روی تو چون بگذرد به گلشن چشم، دل از پی نظر آید به سوی روزن چشم. روزن چشم این حفره هایی که چشم داخلشه دیگه، اینو به یه روزن یا یه چیزی مثل پنجره تشبیه کرده، یا پنجره کوچیک که از یه اتاقی از اونجا معلومه. حالا وقتی میگه خیال روی تو بر گلشن چشم من میگذره، یعنی خیالت به ذهن من میاد، دل من خودشو اینجوری بالا میکشه میاد
دل از پی نظر میاد به سوی روزن چشم، یعنی انگار که داره میاد بالا که از دریچه چشم خیال روی تو رو ببینه. و از خود حافظ بوده و امروز که دارم دوباره برمیگردم به اون بیت، میتونم بگم تردید ندارم که اون وقتی که میگفته عزم دیدار تو دارد جان بر لب آمده، همین اومدن و دیدن رو توی نظرش داشته شاعر. وارد بیت پنجم بشیم با صبا همراه.